جشن نوروز با خصوصیت های خاص خود یک از برند های مهمی سیاحی در تاجیکستان جهت جلب توجه جامعه جهانی به میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک ارزیابی میگردد. این نقطه در جریان یک همایشی که در شهر دوشنبه در موضوع برند کنونی نوروز دایر گردید تأکید کرده شد. در فصل زیبای بهار که طبیعت احیا می‌گردد، موسم سیاحی در تاجیکستان آغاز گردیده، شماره زیادی سیاحان رغبت دیدن وطن اجدادی نوروز تاجیکستان را دارند. نوروز که جشن ملی تاجیکان میباشد، طبق اندیشه و اعتقاد نیاگانمان رمز پیروزی نور بر ظلمات، عدالت بر جهالت، زیبایی بر زشتی، گرمی بر سردی و غلبه انسان بنیادکار و آفرنده بر نیروهای بدخواه اهریمنی بوده، ماست با چنین صفات و فضیلت های عالی خود بین مردم ما شناخته شده است. نوروز که یکی از عیدهای قدیم ترین ملت تاجیک به حساب می رود و در آینده نیز همچون معرفگری برند سیاحی جمهوری تاجیکستان هم در داخل هم در خارج کشور به حساب می رود. و باید گفت که کمیته یک جا با شرکت های سیاحی در همه گونه نمایشگاه های بین المللی سیاحی، فورم ها و دیگر نمایشگاه ها نیز امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان را نیز معرفی نموده ایستادند و همزمان نوروز که یکی از برند های اساسی ملت تاجیک به حساب می رود آن هم نیز در سطح جهانی معرفی و پیشکش کرده می شود. از جانبی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت های سیاحی فستیوال و جشن ها، عید و انعنه ها و نمایش و آزمون ها بخصوص نوروز بین المللی توسط مواد ترغیباتی و تشویقاتی و شبکه های اجتماعی به طور وسیع ترغیب و تشویق کرده شده، توجه سیاحان به این چورابینی ها جلب کرده می شوند. نوروز همچون عامل تحکیم هویت ملی، بیدار کردن حس افتخار وطنداری در نهاد مردم و در سطح جهانی معرفی شدن آن برای سیمای مملکت، همچون دولت دارای تمدن قدیمی و ذخیره های بزرگ سیاحی مساعدت می نماید. در همایش که نمایندگان وزارت و اداره های مربوطه، شرکت های سیاحی و دانشمندان اشتراک داشتند، دایر به موضوع های آماده نمودن متخصصان سوهای سیاحی، عامل رشد استوار اقتصادیات تاجیکستان، سهمی تاجیکستان در معرفی جشن نوروز در جهان، نقش شرکت های سیاحی در معرفی نوروز در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، سنت های نوروزی و دیگر مسئله های مربوط به برند کنونی جشن نوروز و به این واسطه جلب هرچی بیشتر سیاحان به تاجیکستان تبادل نظر کرده شد.